гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салому алайкум. Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. در مناقشه اوموی که تاریخ 14 می در مسکو به وقوع پیوست نزدیک به 200 نفر شرکت داشتند مناقشه میان ساکنان تاجیکستان و روسیه به معلومات در نتیجه زنوزنی در قبرستان خوانسک 3 نفر به هلاکت رسیده 30 تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند بیش از 100 نفر اشتراکداران این مناقشه دستگیر شدند سبب این نورومی در یکی از قبرستان های بزرگترین مسکو در گزارش سوهیبیوری طالب می شنویم در قبرستان خوانسک حدود 200 نفر زادگان تاجیکستان مزارها را نگاهبین نموده گورکنی و سنگ تراشی میکردند. حملگران که گفته میشود بیشتر از 100 نفر مسلح بودند میخواستند از مزد کارگران قبرستان دالیه یعنی حق ستانند. شاهد حادثه الهام سیف اللهیف توسط تلفن باوری به کارمندان پلیس زنگ زده است. ولی کارمندان پلیس آمده به گروه جنایی زبان یک کردند و کارگران مجبور شدند با بیل و کلند از جان خود دفاع کنند. مسئولان نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو و سفارت تاجیکستان در روسیه وقت بجای حادثه آمدند، زنوزنی به آخر رسیده بود، میگوید ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت در مسکو. به نزد مهاجران تاجیک آمده شرط ماندند که من بعد آنها باید قسمی از مبلغ دستمزدشان را که در یک ماه از 40 تا 80 هزار روبل تشکیل میدهد به آنها دهند. در نوبت خود مهاجران تاجیک به تماجیان جواب رد میتیند و این باعث می شود که سنه 14 می این گروه به دسته مسلح با تپانچه و افتمت ها به مهاجران تاجیک ناگهان حمله می آورند. نوابسته از آن که میان مهاجران مهنتی روسیه بعضا نفهمی ها رخ می زند اما گفته می شود که چنین مناقشه در قلمرو این دولت بار اول سر زده است. 17 می سود ناحیه شربینسک شهر مسکو 22 تاجیک را برای 15 روزی حبس نمود و 7 نفر دیگر را به تاجیکستان گسلانید. همچنین یوری چبویف مدیر سابق آرامگاه، نیکلای ماشنکو، افسر سابق پلیس مسکو و نمایندگان گروه جنایی زادگان قفقاز دستگیر شدند. وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کلاکولسف وعده داد که صرف نظر از ملت و جای استقامت، تشکیل کنندگان و اشتراکداران این مناقشه جزا داده می شوند. غفران وهابوف، سرمحرر نشریه تاجیکان روسیه، امید می بندد که قضیه مذکور با عدالت حل کرده می شود. تابش ملی دادن به این جنایت نیز مقبولی من نیست. چرا؟ در روسیه ما تلاش می‌ورزیم که به جنایت های صادر نموده شهروندان ما توبیش ملی دادن نشود. پیوستن نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جنرال عبدالغفار عزیزوف اظهارات های پارلمان و وزارت کارهای خارجی تاجیکستان امیدهای منصفانه به آخر رسیدن تفتیشات و به جوابگری کشیده شدن گناهکاران را قوی تر می‌گرداند. پارلمان تاجیکستان وابسته به این قضیه نگرانی خیش را اظهار نمود. رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف به روسیه سفر کرد، با منصبداران این کشور موضوع را بررسی نمود. جانب روسیه وعده داد که قضیه عادلانه تحقیق شده، جنایتکاران به جوابگری کشیده خواهند شد. همزمان جسد 3 شهروند تاجیکستان که در فاجعه قبرستان خوانسک کشته شدند، به دوشنبه آورده شدند. هر 3 ساکن شهر راغون بودند. آنها ریزویف عنایت 39 ساله، صابروف سینوردین 42 ساله، سهراب خوشکوف 26 ساله جوانترین قربانی این فاجعه. همسر سهراب خوشکوف مهرنگیز خوشکوف با 2 دختر خردسالش تنها ماند. امه مدام 4-5 ماه زمستون قدیم بود با میرا بهار میشید. آه برای نمیده دختم برای من آجش برای همی زندگی خونه منو. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به اهل آیله و نزدیکان قربان شدگان اظهار تسلیت کرد و از جانب روسیه خواست تفتیش عادلانه صورت بگیرد. برای قبول تابوت ها سومنگول تغازاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان نیز به فرودگاه دوشنبه آمده بود که گفته شد این عمل از جانب یک مقامدار بلند رتبه تاجیک
بار اول صورت گرفته است، ولی در پی خبرهای فاجعه قبرستان خوانسکای در خبرگزاری های تاجیکستان تحلیل های به چشم می رسند که تابش سیاسی حادثه را نشان می دهند. فردوس نظام تحلیلگر تاجیک می گوید چنین حوادث می تواند فشار روسیه به تاجیکستان باشد که این کشور برای پیوستن به اتحاد گمرکی اوراسیا سالهاست اندیشه دارد. بعضی فشارهایی که از جانب روسیه مخصوصا در سمت مهاجرت یک نوع هشدار است به تاجیکستان که به اتحاد گمرکی پیوست شد، اما اونی که تاجیکستان سنجید و تحلیل کرد چندان به منفیت نیست. تا اون که همین بحران یک برطرف نشود در همین محیط روسیه، هوسمندی تاجیکستان کمتر می شود و زیادتر نه. به قول برخی تحلیلگران محض مناقشه آموی با استفاده از بل و مصالح ساختمان و اسلحه آتش فشان در قبرستان مسکو ضرورت قبول قانون نو درباره مهاجرت در روسیه را به وجود آورد. مهاجران مهنتی به حمایه بیشتر نیاز دارند. خراجات روزگار خانواده بر دوش مهاجران است، نوابسته به مبلغی که آنها به زحمت و مشکلات زیاد به دست می آورند و به وطن ارسال میکنند. در مهاجرت آنها آسیب پذیرند و در حالت رخ دادن بحران کمک سری وقتی نمیگیرند. صاحبیار طالب دوشنبه. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرح داشته باشید و یا میخواید از مشکلی خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44 640 10 11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باش ما بودم، من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل رو صحبت خواهیم کرد.